اینجا اصفهان است. اصفهان یا صفاهان. شاید سپاهان از سالهای دور اصفهان است. اصفهان به معنای جایگاه ارتش است. سوار نظام ساسانی به هنگام صلح در سبززارهای پیرامون اصفهان، به ویژه در بخش غربی این شهر تا دامنه کوه‌ها و سرچشمه زاینده رود استقرار یافتند. از این رو اصفهان نام گرفت. محل جایگاه ارتش. این شهر به داشتن معماری زیبای اسلامی و بسیاری از بلوارهای زیبا، پلهای سرپوشیده، کاخها، مسجدها و مناره‌های منحصر به فرد معروف است. اینجا دارالمؤمنین دیگر است و امام حسن علیه السلام بر این شهر وارد شدند و قدمگاه ایشان مورد توجه است. اینجا صفاهون است که ابراهیم خلیل الله برای این شهر و مردم این شهر دعای خیر فرمودند. دور باشد از شما بدی ها و زشتی ها. و حضرت سلیمان نبی این شهر را دارالمؤمنین نامیدند. اینجا اصفهان، نصف جهان، آرمان شهری که پر است از علم، علمی که با خود به همراه آورده است مدارسی همچون صدر و ذوالفقار. اصفهان شهر شعر و شعور، فرهنگ، بینش، مذهب و اقتصاد و هنر. اینجا مذهب با هنر گره‌ای از سر باور خورده است. اینجا مبدع مکتب اصفهان است، مکتبی که افتخارش عشق به آل الله است. شاید در کمتر شهری باشد که در طول سال برای ارادت و عشق به ارباب بی کفن آقا امام حسین علیه السلام عزاداری می کند و خود را در صف عاشقان و مریدان ابا عبدالله می داند. اینجا شور عشق غوغا می کند. اینجا شهر گنبدهای فیروزه‌ای است، گنبدهایی که خود خبر می دهد از باور دینی و مذهبی این شهر. باید دید و باید حس کرد. گفتند و شنیده اید که اصفهان زیباست و این زیبایی را مدیون حضور پیامبران و مردم مؤمنی است که در این شهر زیبا مدفون شدند و یا حضور دارند. اینجا لسان الارض است، جایی که مشهور است تنها جایی است که زمین به سخن آمد، با خداوند حرفی از عشق و باور زد برای به وجود آمدن انسان از گل زمین. و امروزه بخشی از تخت فولاد سومین قبرستان مسلمانان جهان است. در این شهر الی ماشاءالله از علما و بزرگان دین حضور داشتند و دارند. اینجا شهر گنبدهای فیروزه‌ای است. بفرمایید زیبایی، بفرمایید عشق، خوش آمدید. اینجا اصفهان است. سلام دارید. اسباب زحمت شد حاجی آقا. سلام. حاجی آقا سلام. حاجی آقای مظاهری از هیئت امنا و هیئت مدیره مجموعه فاطمی هستند و جزء بازرسای هیئت مدیره و از مؤسسین از همون اول هم با حاجی آقای آزادمنش ایشون تشریف داشتن. دو سالی هم که ما خدمتشون بودیم نظراتشون همیشه صاحب و راه گوشهای مجموعه. لطف حاجی آقا. اسم من که جعفره، آزاد منش، اما در سال 1362 شمسی ماه مبارک رمضان
شب 17 ماه مبارک رمضان که شب معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، به ذهنمون رسید که تو خیابون زینبیه یه حسینیه مرکز فرهنگی درمانی ما دایر کنیم. اینا با دوستانمون صحبت کردیم و برای سال بعد شد که این حسینیه خریداریش که جلسات دعای ابو حمزه اونو تو این حسینیه دایر کرد. در رابطه با تاریخچه این مؤسسه، همینطور که حاج آقا فرمودن، اینجا یه منطقه محروم بود و مردم برای درمانشون جایی که میخواستن بحث محرم و نامحرم رعایت بشه، برای کتابخونه، برای امور فرهنگی جایی رو نداشتن. در خدمت حاج آقا دیدیم که اینجا ضرورت داره، این منطقه میطلبه که یک چنین مجموعه احداث بشه. این مجموعه احداث شد، همینطور که فرمودن از 200 چند متر شروع شد تا الحمدلله امروز که نزدیک 5000 متره و یه روزانه یه چیز حدود 2000 نفر به اینجا مراجعه میکنه. یه خونه 200 متری بود کنار این حسینیه جالا پارکه، البته به نام شد اینجا مرکز درمانی، میاد این طرف بیمارستان اون 5 طبقه میشد انشاءالله با عنایت از زهرا سلام علیها. اینجا سنه 72 هم 200 متر رو خریدیم و یه درمانگاه تقریبا روزانه از 6 صبح تا تقریبا 12 شب، بعدم شبانه روزی شد و در سنه 1376 هم اون طرف که حالا میرید میبینید اونجا پرشت ساخته شد و مرکز درمانی منتقل شد به اون طرف. بود این اعتقاد مردم بود، ما میشنیدیم و بین مردم هست الان. اگر شما برین میگه بچه مریضه، مادرم مریضه، نمیگه یه نسخه به اصطلاح اصفهان، نمیگه یه نسخه ببرش میشه دکتر فلانی، میگه یه نسخه ببرش تو فاطمیه، یا یه نسخه ببرش تو عسکریه، یه نسخه ببرش تو حجتیه. اگر یه پزشک خوب و متخصص که توی همه این مراکز بهترین پزشکا هستن من جمله اینجا، وقتی توصیه میکنه که تو کدوم بیمارستان میخوای بستری بشی، فلان بیمارستان یا این بیمارستان خیریه، اصلا توجهی به پولش هم نمیکنه. میگه برم تو اینجا که اسم فاطمه زهرا روشه، یا برم رو اینجا که اسم حجت ابن الحسن روشه. و این اعتقادات مردم باعث شده که اینجا فعال باشه، روز به روز پویاتر باشه. همراه با ما مرحوم آیت الله صافی رضوان الله علیه بودن و آیت الله حاج آقا حسن امامی رضوان الله علیه که با ما کمال همراهی رو داشت و اینجا تحت اشراف این دو بزرگوار بود. ما از یه یونیت دندون پزشکی اینجا رو شروع کردیم و یه دندون پزشک، امروز 7-8 یونیت دندون پزشکی فعال داریم که از ساعت 7 صبح تا 4-5 بعد از ظهر فعاله. این پزشک میره یه پزشک دیگه میاد و با کیفیت با استانداردهای بالا داره خدمات را میده که ما اینا رو معجزات میدونیم. اینجا هیئت امناس و هیئت مدیره و مدیر عامل و برای هر بخشیش هم یه مسئول داره. عرشد به حضورتون این که حسینیه هست، کتابخونه هست، امور فرهنگی هست، خیریه هست و هر کدامش به وظایفشون عمل میکنند و تحت اشراف یکی از آقایون خیر و متدین ها، با وجودی که عضو هیئت امنا هستن یا عضو هیئت مدیره هستن، زیر نظر هیئت مدیره و با همراهی مدیر عامل. اینجا که داریم میریم کجاست آقا؟ اینجا واحد امور فرهنگی مجتمع فاطمیه است و کارهای فرهنگی چاپ کتاب و نشریه های هاستی که بعدا نشون خواهیم داد خدمت شما. ما اینجا یه سیستم پاسخگو داریم که تلفن میزنن و
مسئلهشون رو روی سیستم میگن، بعد طرف میشنوه و پاسخش رو رو سیستم میگه. فردای اون روز اون طرف سوال کننده زنگ میزنه و با کدی که دستگاه بهش داده جواب سوالش رو میگیره. هیچ کس اینجا به ما یک متر زمین بلا عوض رایگان نداد. ما هرچه اینجا خریداری کردیم که اولش این حسینیه بود که 1550 سهمه، شاید 1700 متر تا لب خیابون باشه، بعد یه 200 متر خریدیم، بعد یه 820 متر خریدیم، بعد یه 450 متر خریدیم، بعد یه 296 متر خریدیم، بعد یه 84 متر خریدیم، بعد یه 205 متر خریدیم. عرشت به حضرتون کسی زمینی به ما نداد اینجا و هر کدام از این خونه ها رو، این اراضی رو که ما تهیه کردیم، اینا رو همه را خودمون خریداری کردیم، به قیمت خوب خریداری کردیم. منطقمون هم این بوده که اگر خواستیم اینجا یه خونه بخریم، به دوستانم هم اینا توصیه کردم که تومنو یا زرگل بخریدی و سراغ تومنو نوریال نرید. اگه یه وقت یه کسی ادعا بکنه که زمینی در اختیار ما گذاشته است رایگان، عرشت به حضورتون من اینا شدیدن تکذیب میکنم، چون شنیدم که بعضی یه همچین ادعایی داشتن. نه، همیشه در خریدیه و همیشه هم با توسلات و ناله های نیمه شب و عرشت استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها و قرآن رو سر گذاشتن و به رأس الحسین گفتن و مدد خواستن از مؤمنین که دعا بکنن این کار رو انجام بگیره. ببینید چراش برمیگرده به این که من بچه من دوست دارم، اما اون وظیفه که این بچه رو ببرمش لباس برش بخرم ببرمش مدرسه، اما این چرایی که میام اینجا، این چرایی که میام به فاطمه زهرا خدمت میکنم اجباری هم نیست. نمیتونم براتون بگم چرا، نمیتونم بگم من چرا عاشق این کار شدم، یا یه عاشقی که میاد برای امام حسین سینه میزنه، گریه میکنه، قمه میزنه، این چراشه نمیتونیم ازش بپرسیم. این چراش عشقه، عشق رو هم نمیشه در ورودیشو معرفی کرد. وقتی من میبینم یه نفر عاشقه، نمیتونم بگم تو از کدوم در اومدی که عاشق شدی، خودش هم نمیدونه، منم نمیدونم، من فقط میدونم علاقه. من امروز که حاج آقا فرمودن واقعا دارم اینو عرض میکنم، خدا میدونه من مشغله کاری هست زیاده، گرفتاری های فردی زیاده، ولی امروز که حاج آقا فرمودن یا یه روز که حاج آقا میفرمان امروز اینجا جلسه است، امروز این کارو داره، اصلا نمیدونم چرا اون کارو ول میکنم و چرا میام اینجا. حاج آقا چرا کربلا، چرا نهضت عاشورا، چرا امام حسین همیشه زنده است، همیشه تازه است، همیشه نوئه؟ چون قیام امام حسین برای خدا در یک کلام، معامله امام حسین برای خدا، بقای دین خدا به وسیله قیام امام حسینی. امام حسین هر چی داشت در راه خدا داد، قاعدتاً باید خدا هم هر چی داره در اختیار امام حسین نیست. یکیش دینه، این بقای دین به برکت قیام امام حسینه. اگر کسی کار رو برای خدا بکنه مسلم جاودانه خواهد شد، گیرم در حد شعاعش. امام حسین بر جمعی عوالم هستی اشراف داره و به مقدار شعاعش جاودانه است که همون علم خداست. ممکنه که این استدلال یه استدلال کافی نباشه، ولی برای من استدلال اینه. ما میگیم نماز برای همه هست، وقتی میایم روزه برای همه نیست، وقتی میایم حج برای همه نیست، همینطور که میایم کم میشه. من میگم عاشورا با نمازه. حالا وقتی نماز همه هستن، برای همین زنده.
برای همین که همه هستن. ما میگیم نماز به تکلیف میرسه نماز میخونه، ولی همه بچه مسلمان نماز میبینن، نماز میدونن و خیلی هاشون میخونن قبل از تکلیف. من میگم نماز برای عاشورا، برای دین و در رأسش. ما عاشورا رو درسته که با شهادت امام حسین، با شهادت علی اصغر، با شهادت علی اکبر، با شهادت 72 تن میشناسیم، ولی در رأسش میگیم امام حسین برای دین قیام کرد و در رأس اینجا امام حسین نماز رو ترک نکرد. این من به استدلال خودم عامل زنده بودن عاشورا رو در این موارد میبینم. اینجا واحد کتاب خونه ماست. سلام. این یکی از سالن‌های مطالعه است که خانم‌ها مشغول مطالعه هستن. یه سالن هم اون طرف داریم که اونجا هم خانم‌ها مشغول به مطالعه هستن. اینجا مخزن کتابخونه. ان شاء الله تو ساختمان آینده‌ای که انجام خواهد شد، ان شاء الله آقایون هم براشون پیش بینی شده سالن مطالعه که آقایون هم بتونن ان شاء الله استفاده کنن. بسیار عالی، بسیار عالی. از انتشارات خودتون توی این مجموعه هم هست دیگه؟ نه، بله تو این مجموعه هست، ولی اون نمایشگاه به تعبیر خودمون بیرونه، یعنی اون چه در امور فرهنگی تولید شده و چاپ شده بیرون یه قفسه‌ای داریم که کتاب اونجا هست. شما از حاج آقا سوال فرمودید که کراماتی معجزاتی، اونو من نباید بگم، اونو اون بیماری میگه که میگه بچه بده یه نسخه ببر اونجا، یا اونی که میاد اینجا 3-4 ساعت میشینه تا بره تو اینجا ویزیت بشه، بره تو اینجا یه نسخه بگیره و بره. بله مطبعی دیگه هم هست، دکترهای دیگه هم هست، همشون هم بحث پول نیست. ما اینجا بیمار متوول داریم، بیماری داریم که میاد وقتی میبینه این خدمتی که بهش دادن بیش از این پولیه که گرفته، میاد اینجا و کمک میکنه. افرادی هستن که اومدن اینجا کمک کردن، کمک های خوبم کردن، من میگم ما راضی نیستیم که اسمم برده بشه جایی. این دلیلش اینه که اون کرامات و اون معجزات رو حتما اون دیده. من نوع اینجا عملم، عمله اونم، اون دیده من دارم کارش انجام بده. اگر عاشق بخواد عاشق بمونه، باید ببینه معشوقش چی میگه. عاشق امام حسینه، ببینه امام حسین چی گفت. عاشق علی اکبر، علی اصغره، ببینه اون چی گفت. عاشق فاطمه زهرا، دختر ما، زن ما، عاشق فاطمه زهرا، سیره فاطمه زهرا رو سعی کنه پیگیری کنه. این تو عشقش میمونه، این تو طعم این عاشقی رو میچشه و ازش بیرون نمیاد. زحمت وافر این مجموعه با خانم خادمیه و 2 ساله که ما خدمتشون هستیم، ایشون رو موظف کردیم از نمایشگاه بین المللی کتاب کتاب خریداری کنن. پارسال حدود 4.5 میلیون کتاب خریدن، امسال حدود 5.5 میلیون و کتاب های قیم و به تعبیری کتاب های مادر که هر محققی خواست اینجا تحقیقی کنه در باب مخصوصا مسائل مذهبی، امکان مطالعه و جستجو براش هست. اون قسمت هم به تعبیری کتاب های مادر بفرمایید. بله بله. این کتاب های بله بله. ما یه مقدار کتاب خطی اینجا داریم. چه جالب. کتاب های نسخه هایی که شاید منحصر به فرده. و نمونه‌شو دارین اونجا ببینی یا نه الان اینجا نیست؟ بله اون کتاب های خطی تون خودم. بله بعضیاش چاپ مجدد شده، من تا بعضیاش چاپ نشد و بعد روش کار بشه. حالا دقیق نمیدونم کدومش چاپ نشده، ای کلن کتاب های قدیمیه. بسیار عالی. این کتاب مخصوصا بکای مرحوم برقانیه که ما الان تو واحد فرهنگی اینو عرض کنم که با تایپ جدید و دستگاه جدید تایپش کردیم. الان چند نفر مشغول تحقیق هستن، خود من اشراف دارم روی بحث تحقیق و عرض کنم که پیدا کردن آدرس های این کتاب و انشالله در 1-2 سال آینده این کتاب به صورت رسمی جدید شاید در حدود 4 جلد به چاپ برسه. کار دیگه ای که ما اینجا کردیم کتاب بهار علامه مجلسی جلد 43 که به نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست، اون رو ترجمه کردیم و الان کتاب زیر چاپه با تیراژ حدوداً 12,000 الحمدلله. کتاب از زهرا رو
این کار رو کرد. ما بنا داریم اینجا یک کتابخونه تخصصی به نام حضرت زهرا سلام الله علیها ایجاد کنیم که هرچه عنوان کتاب در باب حضرت زهرا هست اینجا داشته باشیم. اگر یه مردی یا زنی خواست مراجعه کنه در فقط باب حضرت زهرا تحقیق کنه، انشالله همه یک کتاب هایی که مربوط به بی بیه رو اینجا جمع کردیم و جمع خواهیم کرد انشالله. این کتاب کفایه است، کتاب کفایهی در اصوله مال مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه و این نسخه خطیه کتاب کفایه است که البته این کتاب بارها چاپ شده، جزء یکی از کتاب های رسمی حوزه های علمی است. این سالن دومیه که خانم ها مشغول به مطالعه هستن. انشالله با مجموعه جدیدی که ساخته میشه هم سالن مطالعه ما اضافه میشه و هم مخزن کتابمون انشالله، و بعد بتونیم یه سالونی هم برای آقایون داشته باشیم که خیلی خوب میشه آقایون انشالله بتونن استفاده کنن. بسیار عالی. الان چون تو فصل امتحانات هم دبیرستان و هم تو مقطع کنکور استقبال خانم ها از سالن مطالعه بسیار بسیار خوبه، به طوری که روزا بعضی خانم ها تو را پله میشینن، بعضی تو این محبت ها بدون صندلی و میز یعنی استفاده میکنن و ما خیلی خوشحالیم از اینکه به نام حضرت زهرا تونستیم خدمتی به خلق الله داشته باشیم. فقط به صورت کلی باید بگویم که اگر رفتیم سراغ اهل بیت علیهم سلام الله بهمون عنایت میکنن، اگر ما برای احیاء کلمه طیبه که همون معصومین علیهم سلام الله هستن قدمی برداریم، اونا به از آف مضاعف ما را مدد خواهند. فقط به صورت کلی باید بگویم که اگر رفتیم سراغ اهل بیت علیهم سلام الله بهمون عنایت میکنن، اگر ما برای احیاء کلمه طیبه که همون معصومین علیهم سلام الله هستن قدمی برداریم، اونا به از آف مضاعف ما را مدد خواهند.